امروزه وقتی به جهان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کل هستی بر اساس یک اصل مطلق ساخته شده که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. این اصل مطلق اعداد هستند که بدون وجود آنها زندگی برای انسانها به معنای واقعی کلمه بی‌معنی و حتی غیر ممکن است. از تنظیم بندی زمان و واحد پول گرفته تا شمارش ستارگان و برنامه نویسی های دنیای دیجیتال همگی با اعداد انجام می شود. اعداد واقعا اسرارآمیزند، به طوری که تنها چیز بی نهایتی هستند که در این دنیای مادی و فانی وجود دارند. اما اگر اعداد معنایی فراتر از چیزی که در ظاهر می‌بینیم داشته باشند چه؟ اگر از جهانی والاتر به این دنیای فانی ما راه پیدا کرده باشند چه؟ اصلاً تاکنون شده فکر کنید اگر اعداد وجود نداشتند، اگر چیزی به نام ریاضیات وجود نداشت چه می‌شد؟ در واقع اگر بخواهیم زندگی بشریت را بدون اعداد و ریاضی تصور کنیم، به یک دنیای تاریک و کاملاً ابتدایی می‌رسیم که در آن انسان‌ها چیزی جز شکارچیان قارنشین نیستند. یعنی اگر انسان نمی‌توانست اعداد و ریاضیات را درک کند، جهان به طور کامل متوقف می‌شد و هیچ فناوری و تکنولوژی و پیشرفتی وجود نداشت. به طور خلاصه می‌توان گفت اعداد و ریاضی زبان پنهان کل هستی و کیهان هستند که اگر نباشند، بشر به موجودی بدون پیشرفت تبدیل می‌شود. اهمیت اعداد چیزی است که ریاضیدان بزرگ یونانی فیثاغورس بیشتر از هر کسی درکش کرده بود، به طوری که فیثاغورس باور داشت هرچه هست عدد است و هر که آن را نفهمد در تاریکی سرگردان خواهد ماند. فرقه فیثاغورسی ها اعداد را تنها ابزار شمارش نمی دیدند، بلکه اعداد را به عنوان روح کیهان، زبان هستی و کدهای پنهان آفرینش می شناختند. فیثاغورس باور داشت هر چیزی در جهان از حرکت ستارگان و تولد یک انسان گرفته تا صدای باد و ارتعاش یک نوت موسیقی همگی تابع نظم عددی هستند. او می گفت اعداد الهی ترین چیزهایی هستند که می توان شناخت، چون به جهان فیزیکی تعلق ندارند و بازتابی از نظم مطلق هستند. در باور فیثاغورسی ها هر عدد دارای شخصیت، معنا و نیروی خاصی است. در واقع فیثاغورسی ها به نوعی کیمیاگری عددی باور داشتند، اینکه هر عدد قادر است دروازه‌ای به یکی از سطوح آگاهی بالاتر یا لایه‌ای از کیهان باز کند. در میان تمام مفاهیم عددی فرقه فیثاغورسی ها، نماد تتراکتیس نماد مطلق رمز و راز بود. تتراکتیس نمادی است که از یک مثلث و 10 نقطه در 4 ردیف تشکیل شده. در نگاه اول شاید این نماد ساده به نظر برسد، اما برای فیثاغورسی ها این مثلث فشرده ترین تصویر از کلیت آفرینش بود، چون به باور فیثاغورس عدد 10 کامل ترین عدد کیهانی است و جهان از 10 نقطه و 4 اصل ساخته شده که این 4 اصل عبارتند از 1. وحدت و منبع آغازین یا الهه مطلق و اصل خالق. 2. دوگانگی و قطبیت همچون نور و تاریکی یا زن و مرد. 3. تعادل و هماهنگی و مثلث مقدس همچون مثلث ذهن، بدن، روح یا مثلث گذشته، حال و آینده. و 4. ماده، ساختار و نظم مرئی مانند 4 عنصر، 4 جهت یا 4 فصل. برای فیثاغورسی ها تتراکتیس نه تنها تصویر هندسی نظم بود، بلکه به عنوان یک مانترا، یک نماد مقدس و گاهی حتی یک موضوع برای مراقبه های عمیق نیز شناخته می شد. به طوری که شاگردان فیثاغورس پیش از آغاز هر جلسه آموزش سوگند وفاداری به تتراکتیس را یاد می کردند و معتقد بودند این نماد تجلی تمام حقیقت است. البته به طور کلی فیثاغورسی ها اعداد را مقدس می دانستند. برای نمونه
عدد 7 نیز به عنوان عدد مرموز و مقدس روح به شمار می رفت و نماد 7 نوت موسیقی، 7 سیاره کلاسیک و 7 مرحله تکامل روح بود. حتی فیثاغورسی ها عدد 7 را پل میان زمین و آسمان می دانستند. همچنین فیثاغورس باور داشت سیارات و ستارگان هنگام حرکت در آسمان صدایی تولید می کنند که آوایی روحانی است. او می گفت کیهان در حال نواختن است و اگر سکوت کنیم صدایش را خواهیم شنید. اما نکته شگفت انگیزی که فیثاغورس متوجه آن شده بود این بود که فاصله میان سیارات بر اساس نسبت‌های خاص عددی تنظیم شدند و این نسبت‌ها با فاصله بین نوت‌های موسیقی یکسان هستند. در نتیجه فیثاغورس معتقد بود موسیقی تصویر شنیداری ریاضیات است. البته به باور فیثاغورس نسبت‌های خاص ریاضی نه فقط در گردش ستاره بلکه در ساختار بدن انسان و حتی ضربان قلب نیز وجود دارد. بنابراین روح انسان با موسیقی کیهانی تنظیم شده، ولی اگر این هماهنگی به هم بخورد روح دچار ناسازگاری ارتعاشی می شود که نتیجه آن اضطراب و گمشدگی معنوی خواهد بود. در باور فیثاغورس اعداد فراتر از زمان، مکان و ماده هستند و نه تنها زیربنای ساختار معابد باستانی را تشکیل دادند، بلکه در بدن انسان، در طبیعت و حتی در DNA نیز حک شدند. جالب اینجاست، این گفته های فیثاغورس به بیش از 2400 سال پیش باز می گردد. در حالی که دانشمندان مدرن با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته امروزی بالاخره به این نتیجه رسیدند که DNA واقعاً با ساختار عددی طراحی شده. همچنین فیثاغورس به الگو یا معادله نسبت طلایی در ریاضی ایمان داشت. نسبت طلایی به عنوان یک ثابت در ریاضی شناخته می شود که در طبیعت، در ساختار صدف‌ها، گل‌ها، مارپیچ کهکشان‌ها و حتی در نسبت‌های چهره انسان‌ها نیز دیده می شود و همچنین در معماری یونان باستان و در معابد مصر باستان هم به کار رفته. از این رو فیثاغورسی‌ها نسبت طلایی را اثر انگشت خدا می دانستند و می گفتند اگر می‌خواهی خدا را ببینی، باید به ریاضیات نگاه کنی. بنابراین، در فرقه فیثاغورسی‌ها، عدد مقدس‌ترین زبان جهان بود و هر ذره آفرینش را می‌شد با اعداد ترجمه کرد. شاید عجیب باشد، اما آنچه که فیثاغورس قرن‌ها پیش به آن اشاره کرده، امروزه در لایه‌های پیچیده فیزیک کوانتوم، ژنتیک و کیهانشناسی دوباره کشف شده. در نتیجه، این همه پیشرفت علمی که ما امروز می‌بینیم، فقط تلاشی برای بازیابی همان دانشی است که فیثاغورس و دیگر فرهیختگان باستانی قرن‌ها و یا حتی هزاران سال پیش آن را در اختیار داشتند. اما متاسفانه دانش باستان همیشه در برهه‌ای از تاریخ یا دچار سانسور شدید شده یا کاملاً سرکوب شده و مرکز اصلی خردمندان باستانی را نابود کردند. گرچه فرقه فیثاغورسی ها در سکوت متولد شد و در سکوت هم رشد کرد، ولی در سکوت نیز به کام آتش کشیده شد. در ابتدا فیثاغورس در شهر کروتون در ایتالیا به عنوان یک مرد خردمند و دانا مورد احترام بود، اما همین احترام کم کم تبدیل به ترس شد. هرچند فیثاغورسی ها از سیاست فاصله می گرفتند، اما همزمان قدرتی بی صدا در دل جامعه ایجاد کرده بودند، چون شاگردان فیثاغورس افرادی فرهیخته و اسرارآمیز بودند که همین موضوع باعث می شد نفوذ بالایی داشته باشند. فیثاغورسی ها در سکوت می آموختند، در خاموشی نفوذ می کردند و با رمزهای اعدادی جهان را تحلیل می کردند، ولی این نظم مرموز و درونی برای سیاستمداران تهدیدی بزرگ به شمار می رفت. زیرا افرادی که به اعداد و هماهنگی کیهانی وفادار هستند، دیگر به دروغ، فساد یا قدرت طلبی تن نمی دهند. ولی چنین افرادی از نگاه حاکمان
همیشه بسیار خطرناکند. از این رو دشمنی ها با فیثاغورسی ها بالا گرفت و برخی سیاست مداران آنها را به جادوگری، شورش فکری و تفرقه افکنی متهم کردند، تا اینکه در شبی شوم که در تاریخ ثبت نشد، پایگاه فرقه فیثاغورسی ها در کروتون به آتش کشیده شد. ساختمان ها، کتاب ها، نماد ها و همه و همه در شعله ها ناپدید شدند. گرچه همه چیز از بین نرفت و برخی از اعضا موفق شدند که فرار کنند، آنها از درگیری پرهیز کردند، چون خشونت در آیین فیثاغورسی ها جایی نداشت. در عوض آنها به پنهان شدن روی آوردند. اعضای نجات یافته آموزه های خود را در قالب های جدیدی پنهان کردند. درون انجمن های فلسفی، معابد رمزی، محافل مخفی و حتی مکاتب مسیحیت اولیه، آنها ماسک زدند، اما آموزه ها را زنده نگه داشتند. در دوران روم باستان، فلسفه فیثاغورسی ها توسط نوافلاطونی ها بازآفرینی شد و در قرون وسطا آموزه های فیثاغورسی ها به دست دانشمندان مسلمان مانند ابوریحان بیرونی منتقل شد. در آن دوران، شرق جهان اسلام به خزانه‌دار رمزهای فراموش شده یونانی تبدیل شده بود و در دل همان دست نوشته ها متون اسرارآمیز فیثاغورسی ها نیز زنده ماند. در دوران رنسانس، فراماسون‌ها به معماری و ریاضیات مقدس علاقه‌مند شدند. آنها به صراحت اعلام نکردند که شاگردان فیثاغورسی‌ها هستند یا باورها و عقاید فیثاغورسی‌ها را دنبال می‌کنند. اما هر نماد، هر زاویه و هر رسم معماری فراماسون‌ها بوی عدد و نظم فیثاغورسی‌ها را می‌داد. همچنین در دل انجمنهای مرموزی مانند صلیب گل سرخ نیز آموزه‌هایی پیدا می‌شد که عیناً برگرفته از فلسفه اعداد، تتاکریتس و هارمونی کیهانی فیثاغورسی‌ها بودند. در این انجمنها فیثاغورس تبدیل به یکی از پیامبران خرد پنهان شده بود، کسی که هرگز نمرده و در آینه اعداد تا ابد باقی مانده. کسانی که به ساخت کلیساهای گوتیک می‌پرداختند نیز از اعدادی استفاده می کردند که فیثاغورس آنها را مقدس می دانست. در کابالا نیز مفاهیم عددی مانند سفیروت، مسیر درخت حیات و اعداد مقدس به طرز عجیبی با فیثاغورس و فلسفه او هماهنگند. به طور کلی می توان گفت بسیاری از انجمنهای مخفی امروزی در واقع همان مسیری را دنبال می کنند که فیثاغورس و مابقی فیلسوفان باستانی آن را مدتها قبل بنیان گذاشته بودند. جالب اینجاست، لئوناردو داوینچی نیز در طرح‌های خود از نسبت طلایی استفاده می‌کرد، همان نسبتی که فیثاغورس آن را باستاب خالق می‌دانست. همچنین نیوتن که به طور مخفیانه عضو انجمن‌های رازآلود بود، از فیثاغورس به عنوان پایه‌گذار علم الهی یاد می‌کرد. حتی تسلا نیز معتقد بود اگر می خواهید اسرار جهان را درک کنید، باید به انرژی، فرکانس و اعداد بیندیشید. در دنیای دیجیتال امروز نیز، الگوریتم ها، رمز گذاری ها و برنامه نویسی ها همگی بر مبنای ساختارهای عددی عمل می کنند. گویی تمام جهان ما بر اساس اعداد و بر روی مدار فلسفه فیثاغورس بنا شده.